شب همگی به خیر. اومدیم امشب در مورد مدیریت زمان صحبت کنیم. اینقدر که مدیریت سرمایه مهمه، بدونید مدیریت زمان مهمتره. مدیریت سرمایه پایه اساسی موفقیت بود، ولی همونطور که عرض کردم موفق موندن، بعضی همون میتونیم موفق شیم و نمیتونیم موفق بمونیم، ولی اینکه ما بتونیم موفق بشیم این مدیریت زمانه لازمه. من اگر مدیریت زمان نتونم انجام بدم، هرگز نمیتونم موفق شم. من اول باید بتونم مدیریت زمان انجام بدم و بعد با مدیریت سرمایه بتونم خودم رو نگه دارم که از این بالا و پایینه جون سالم به در ببرم. پس این موضوع موضوع خیلی مهمیه. من در این مورد خیلی زیاد صحبت کردم، یک لایو و وایس بیشتر از یک ساعت در موردش دارم که تو یوتیوب هم تو کانال ایو 24 هست، عزیزان میتونن اونجا کاملترش رو بدونن، ولی خب اینجا دوباره در موردش صحبت میکنیم و پایه‌هاش رو سعی میکنم در کمترین وقت ممکن، وقت عزیزانم گرفته نشه، بیان کنم. ما متاسفانه خیلی هم واسه وقت خودمون ارزش قائل نیستیم و وقت با ارزش ترین چیزیه که ما داریم. یعنی بدونید این پول میره و میاد، ولی وقت میره دیگه نمیاد. ما بعضی وقتا پولی که از دست میدیم به راحتی به دست میاریم، ولی بعضی وقتا وقتی که از دست میدیم، نه همیشه، هرگز دیگه به دست نمیاریم. بعضی وقتا دیگه اون فرصت بر نمیگرده و من اگر اون فرصت از دست دادم تمومه. فرصت بعدی هم هست، ولی فرصت بعدی فرصت قبلی نیست. من مثال زیاد واسهتون دارم، خودتونم زیاد دارید. فقط میخوام بگم که رو وقتتون باید خیلی دقت کنید و براش خیلی ارزش قائل باشید. من یه فیلمی بود مال چند دهه پیش، سریال بود، یه دختر خانومی اونجا تو این فیلمی جمله رو گفت به یه دختر خانم دیگه ای که اینو من از اونجا یاد گرفتم. هنوز خودم جوان بودم، شاید زیر 30 سالم بود. میگفت تو پول میدی وقت میخری یا وقت میدی پول میخری؟ گفت یعنی چی؟ گفت یعنی اینکه مثلا یه نفر میسته تا یه اتوبوس واحد بیاد، سوار میشه میره، خب این وقتشو داده ولی پول کمتری خرج کرده. ولی یه نفر نه، سوار آژانس میشه میره، پول میده که وقت به دست میاره. ما ممکنه که وقت بدیم پول بخریم، ولی یه آدم موفق آدمیه که رسیده به درجه ای که پول میده و وقت میخره. اینو بدونید، باید به این سمت برید. بعضی وقتا من دارم حرکت میکنم، یه مقدار چه میدونم مثلا تو یه قوطی 100,000 تومن هست، یه دفعه دستم ول میشه و این ول میشه و میپاشه و میره و هیچی. 5 روز وقت میذارم که این 100,000 تومن رو جمعش کنم. یعنی تو اینقدر لافی؟ بابا برو تو یه ساعت باید بتونی درش بیاری. نمیگم همه اینطوری، باید به اینجا برسیم. بله یه وقت رو میگردیم دنبال شاهی هامونم جداش رو میکنیم، ریالمونم در میاریم، ولی در فکر و برنامه این هستیم که به جایی برسیم که دیگه وقتمون رو واسه اینا تلف نکنیم. من آشنایی داشتم یه بار واسم داشت تعریف میکرد، حالا جریان مال 500 سال پیش هم نیست، بگم مثلا 10 سال پیشه، که آقا من 6 دفعه رفتم تا فلانجا اومدم که 40,000 تومن از طرف گرفتم. یعنی آیا تو اینقدر وقت بی ارزشه که واسه 40,000 تومن این همه وقت گذاشتی؟ حالا بعضیا میگن نه این پولو باد میداد، نمیداد فلان فکر رو، آخه بره فلان حرف فکر رو میخواد بکنه، من مسیرم اینور، من وقتم واسه ارزش داره؟ من وقتمو نذاشتم واسه تربیت ملت، من معلم ملت نیستم. حالا جریان فرق داره، بله یه وقت طرف معلم ملت در نقش معلم ملته، ولی نه واسه اینکه فلانی ادب کنه. نه آقا تو داری خودتو گول میزنی. پس یک، برنامه ریزی کنیم، باید برنامه ریزی کنیم. آدمی که برنامه ریزی نمیکنه هیچی نداره. و عرض کردم ما برنامه ریزی بلند مدت میکنیم، ولی پایه های کوتاه داره. پله به پله میریم جلو، آپدیتش میکنیم، برمیگردیم از عقب نگاش میکنیم، ولی باید بریم به سمتی که واقعا با ارزش ترین چیزی که داریم وقت باشه و به غیر از اون اصلا دیگه نباشه. همه چیزمون، بله اول سر ما خیلی وقتا وقت میدیم واسه این که پولی به دست بیاریم، این اول کاره، ولی این نباید تا ابد بره. اگه تا ابد رفت تو اصلا نمیتونه آدم موفقی باشی. دوباره میگم یکی از پایه‌های اساسی آدم موفق زمانشه. زمانش خیلی واسش مهمه. شما فکر نکنید وقتی یک اک، حالا بعضیا رو کار ندارم، آدمای موفقی که سوار هواپیما میشن با هواپیما میرن جایی،
از تنبلیشون نیست که با اتوبوس نمیرن یا با نمیدونم ماشین شخصیشون نمیرن، واسه پوز دادن نیست، واسه اینکه فرصت ندارن، تو این فرصت پول بیشتری به دست میارند. من یه شرکتی بود فرض کنید ازش 10 میلیون پول میخواستم، نداد بهم. خب یه دو بار رفتم اومدم نداد، رفتم دنبال زندگیم. یه سال بعد صدام کرد، گفت تو پول تو نمیخوای بگیری؟ گفتم من اگر طی این یک سال میرفتم میمدم تو پول منو میدادی؟ گفت نه. گفت خب من رفتم تو یک سال 20 میلیون در آوردم، 30 میلیون در آوردم، 50 میلیون در آوردم، واسه چی وقتمو اینجا بذارم؟ من دیدم مثلا کارگران اعتراض میکنن 3 ماه تو خیابون نشستن که حقوق 1 ماهشون رو ندن. مسئله اعتراض مسئله جداست، ببین اینا رو قاطی نکنیم، یکی دنبال پولش میره، یکی نه دنبال اعتراض میره، اعتراض بله، ولی من دنبال پولم اگه میخوام برم، تو 3 ماه نشستی که حقوق 1 ماه تو نگیر، تو 3 ماه خواهم رفتی کار میکردی. اینا باید مدیریت بشه. بله یه وقت من باید صبر کنم، یه وقت نباید صبر کنم. اینجاست که یه آدم موفق میتونه تشخیص بده کجا باید صبر کنم، کجا نباید صبر کنم. یه جا داری زمان هدر میدی، یه جا داری صبر میکنی که شکار کنی. این خیلی مهمه. الان وقتشه، زودتر وقتش نیست. من میخوام یه مغازه باز کنم، وقتش خیلی مهمه. زودتر از وقت باز کنم به نتیجه نمیرسه، یا یه وقتی باید ببندم زودتر موعد ببندم دوباره به نتیجه نمیرسه. من میخوام مغازه بزنم، وقتی پول اجارم و پول آب و برق و هزینه های مغازم تو 1-2 سال حداقل ندارم، بهتر نزنم. وقتی واسه 1 ماه فقط پول دارم ولش کن، این چه کاری؟ این مغازه زدن نیست، توی 1 ماه نمیگیره. پس صبر میکنم زمانشون وقتی که خب حالا دووم میتونم بیارم و شرایط دیگه ما آماده است، باید شرایط هم مهیا باشه. و یا من مغازه رو زدم 2 ماه بعد میبندم. آقا صبر کن، کدوم مغازه تو 2 ماه گرفته؟ من گرفته دیوار مردم داری میبره، صبر کن ملت بشناسنت. ببینید بعضی وقتا باید صبر کنیم، ولی بعضی وقتا صبر نتیجه، بعضی وقتا زمانه خیلی، بعضی وقتا سیده. مثال میزنم، گلشنه بلند شد رفت چین، یه سری موبایل آورد میلیاردر شد، بودو برو چین همون موبایل ها رو بیار. شاید میلیاردر نشی دیگه، شاید ورشکست هم شی، شاید مدل بالاترش رفته، شاید بازار پر شده. این زمانه خیلی مهمه که یک تلفش نکنی، دو به موقع. بعضی وقتا دیگه وقتش نیست دیگه، خب ولش کن دیگه، چاره نیست. ولی یه وقتا من حواسم به وقته نیست که الان وقتش نیست، صبر کنم که وقتش بشه. حالا ما سعی میکنیم وقتمون رو نکشیم، ولی همه چیز در کنترل ما نیست. مثال میزنم، بیشترم که میدونیم من با جوونا دارم صحبت میکنم، یه برنامه هم براتون دارم برای درس خوندن، مختص کسایی که میخوان کنکور رتبه خوب بگیرن. برنامه واسط میچینم، تضمینی میره رتبه خوب، ولی با زحمت بکشی ولی میگیری، قطعا نگرفتی بی پیش خودم. ولی حالا یه برنامه جدا واسش میذارم که در اون مورد صحبت کنم، اونم به زمان بستگی داره دیگه، بعد بتونی برنامه ریزی کنی. من اونجا برنامه تو واسط میریزم. حالا داریم هر کی باید برنامه ریزی خودش بکنه. اون کسا هم من باید برنامه داشته باشم واسه زندگیم، نداشته باشم مثلا تباهم. ما واسه موفقیت 3 تا بعد داریم. یه بعدمون تجربه‌مونه، یه بعدمون علممونه، یه بعدمون پولمونه. درست نه؟ یادم موفق این 3 تا رو باید همزمان با هم ببره جلو. بعضی وقتا یکیش عقب میفته، یه وقتا پول در نمیاد. ولی انرژی الان که پول در نمیاد بذارم روی علمه، عقب نیفتم از علمم. یه وقتا پول در میاد، خوبم در میاد، علمه رو ولش کنی کلن فردا پنچر میشی میمونی ها. تجربه که هی باید کسب شه، اون که دیگه اصلا حرفی توش نیست. ولی نمیتونم هیچ کدوم رو تعطیل کنم بذارم کنار، همش باید باشه. ولی یه وقتا تحت کنترل من نیست. وقتی تحت کنترل من نیست، من انتخاب میکنم و وقتم پر میکنم. 1000 بار بهتون گفتم خودتون رو با کسی مقایسه نکنی، خودتون رو با خودتون مقایسه کنی. هرگز خودتو با کسی مقایسه نکن. آقا فلانی رفت فلانش، آقا فلانی شانس داشت، فلانی رابطه داشت، فلانی آقا دوز بود. من خودم با کسی مقایسه، من خودم با خودم مقایسه میکنم. من نسبت به پارسال چی بهم اضافه شده؟ حالا ممکنه اصلا من انداختن تو زندان، نمیتونم کتاب بخونم، نمیتونم کار کنم پول در بیارم، ولی کتاب که میتونم بخونم. انداختن تو انفرادی، نمیتونم هم کتاب بخونم. آقا دراز نشست که میتونم برم، شنا که میتونم برم، لااقل هیکلمو بسازم از انفرادی بیام بیرون. صبر کردن رو که میتونم یاد بگیرم، یه چیزی به خودم اضافه کنم. خودتو با خودت مقایسه کن،
نگاه کن نسبت به پارسال چی اومده رود. این میشه مدیریت زمان و برنامه ریزی میخواد. برنامه ریزی میکنم واسه اون چیزی که میخوام بهش برسم، خیلی وقتا عقب جلو میشه، ولی به اون سمت حرکت میکنم. مهم حرکت هست، چیزی که متاسفانه ما نداریم و یکی از شعارهای اولیه من توی مدیریت زمانه. همین الان شروع کن. خیلی از ما میدونیم کتاب خوندن خیلی خوبه، از فردا شروع میکنم، از شنبه شروع. این شنبه هیچ وقت نمیاد، این اول ماه هیچ وقت نمیاد، این اول سال هیچ وقت نمیاد. بچه میره مدرسه، الان که اول ساله بابا ول کن، الان که خواهرم اومده با بچه خواهرم چه شیرین، اون رفت شروع میکنم، الان که فلان، الان که بیسار می سال تموم شد، طرف میخواد سیگار نکشه، از شنبه این پاکت تموم شد. کاری رو میخوای بکنی از الان، میخوای کتاب بخونی ولی هی فردا پس فردا میکنی، همین الان قطع کنی لایو، برو کتابتو بخون، بعدا قسمتی که خوندی بیا لایو ادامه بده. ببین الان شروع کن هر کاری، وگرنه اون شنبه هزارانش اومده و رفته. هر وقت از الان شروع کردی، هر وقت پاکت سیگارتو تو مشتت فشار دادی انداختی اون، بازم نتیجه نمیشه که تو حتما ترک میکنی، ممکنه بری یکی دیگه بخری، ولی تا زمانی که منتظر این پاکت خالی شه، این پاکت خالی نمیشه، یکی دیگهشو میخری. تا زمانی که منتظری شنبه بشه یا اول ماهش فلان کارو بکنی، هرگز نمی. ورزش از شنبه. آقا واسه چی؟ مگه دلیلی داری؟ بیماری داری؟ دردی داری؟ برنامه‌ریزی داری؟ از شنبه باز شروع کنم. ولی اینکه تنبلیت میاد، هرگز اون شنبه نمیاد. خب پس این از این قسمت. قسمت بعدی کارمون، ما برنامه‌ریزی میکنیم. تو برنامه‌ریزیمون بعدهای مختلفمون رو پر میکنیم. تو این چند وقت خدمتتون عرض کردم من میخوام آدم موفقی باشم، باید روی پیکر و بدنم هم کار کنم. عقل سالم در بدن سالم، دوباره میگم، حالا یکی یه معلولیتی داره از مادرزاد یا نه واسش اتفاق، اون دیگه هست، ولی رو همون کار میکنم، رو داشته هم کار میکنم، تا میتونم وقت واسه بدنم میذارم، انرژی باید بذارم، حتی کم. ما تمام بعدا رو باید پر کنیم. من نمیتونم آقا یه آدم موفق خوشتیپ بهتره یه آدم موفق فراخ. یه وقت طرف بیماره، حالا چی؟ ولی یه وقت تنبله. آدم تنبل نمیتونه آدم موفقی باشه. آدم موفق هم یه آدم یه بودی نیست. آدم یه بودی ببخشید مثل اسب میمونه، اینجاش میبندم فقط روبروش رو نگاه کنه. من و شما یه بود نداریم، اگه یه بود داری خرابی. خیلی از دوستان آقای گلشنی تو اقتصاد چرا در این؟ آقا من یه بود ندارم که، من اقتصاد یه کارمه، فلسفه جدیدن علاقه من شدم، تاریخ علاقه من شدم، به مسائل اجتماعی علاقه مندم، به اخبار حالا اندازه علاقه من بودم، حالا به هر سادم باید یه بدونه، ولی اینکه فقط انرژی ده بذاره تو فقط بشین اخبار بخون یا فقط اینقدر کتاب بخون، آخرش باید اخبار هم بدونی به فیزیک بدنیت هم برسی. خب این از این. من باید به علمم برسم، من باید در روز چند ساعت کتاب بخونم، باید این کارو بکنم. تو تریلیارد تریلیارد پول در بیار، کتاب نخون، سوادت ارتقا نده، فردا انگار یه پالون از طلا انداختن روی یه خر. خب چه ارزشی داره این پول؟ تو این پولو باید تو آدم فهیم و مطلع خرجش کنی، نبدی دست یه آدم نفهم. خودت از خودت داری میسازی، با اینکه وقتتو داری تلف میکنی. این مطالعه باید حتما توش باشه، قطعا باید توش باشه و و و و با خودت میدونی کارت هم هست، کار چند ساعت شده کمش، ولی میخوام بگم هیچ کدوم هست نکن. یه وقت مثلا آقا مادرت میاد خونت مهمونی، در روز یه ساعت ورزش میکردم، دو ساعت کتاب میخوندم، مادرم اومد دیر شد شب، یه ساعت دیر میخوابی، نیم ساعت ورزش کن، نیم ساعت کتاب بخون. خیلی خسته ای، یه رو ورزش کن، یه رو کتاب بخون، ولی بخون، استوب نکن. اینو از من بشنوید، برنامه‌تون به هیچ عنوان هرگز قسمتش هم استوب نشه، وگرنه خاکش کردی ریختیش دور. کتاب نمیخونی میخوای کتاب بخون، باید مثلا فرض ما روزی 2 ساعت تا 4 ساعت کتاب بخونی، نمیگم الان بشین روزی 2 ساعت تا 4 ساعت کتاب بخون، امروز بشین یه رو بخون، نیم ساعت بخون، یه هفته بعد بکنی 45 دقیقه، خودتو عادت بده، ولی برنامه بریز. تا نکردی این کارو نخواب. اگه قرار روزی نیم ساعت کتاب بخونی، دوباره بهت میگم داری میمیری، داری میخوابی، اون یه 10 دقیقهشو بخون بعد بخواب. اینرسی میدونی چیه؟ همون چیز بدیه که ما یه وقتا بهش گرفتار میشیم. دیدیم ماشین تا داره حرکت داری ماشین هول میدی، وقتی وایسا دوباره میای هولش بدی سخت، و تا زمانی که داره میچرخه داره میچرخه.
این مسئله ای که من در مورد اقتصادم گفتم تو اقتصادم صرف میکنه. شما یه سیستم رو بخوابونی برگردی زنگ زده است، شده خزینه کن ولی آروم آروم بچرخونش اگه میخوای بعد راش بندازی، وگرنه راه اندازی از اولش فاجعه است. آدم که تو بازار نبودید که بازاری رو نمیشناسنش، اون بازار رو نمیشناسه. حالا اون مسئله جداست. پس اینو بدونید، هرگز یه قسمت رو حذف نکنید، شده یه کوچولو انجامش بده. خب بعضی از ما یه خاصیت بدی داریم، اینا میخوام بگم، بعضی خودم هم چشیدم و خودم هم بودم، ولی باید آدم اخلاق بچه بدونه، تلاش کنه ترک کنه. مثلا نمیدونم، فردا امتحان دارم 400 صفحه هم دارم، خب من که نمیرسم، ولش کن. الان با تونتر میخونی، الان که نمیرسم چیه دیگه؟ نمیرسم نه، تونتر باش. مگه قرار نیست رفوزشی؟ اصلا تو قرار رفوزشی؟ از الان بخون با سال بعدت. مگه نمیخوای تجدید شی؟ الان نمیدونم الان هم تجدیدی هست نه، دوره ما بود. پس به جای اینکه سه ماه تابستونت بخوای 400 صفحه رو بخونی، امشب 100 صفحه رو بخون، سه ماه تابستونت 300 صفحه رو بخون. از الان شروع کن، از الان شروع کن. یه چیزی که دیر شده، من انرژی مضاعف میذارم، وقت مضاعف میذارم. نه اینکه تو نه ولش کن دیگه که نمیشه، یعنی چی دیگه؟ دیگه نمیشه، این جزء برنامه تو یه وقت بله دیگه نمیشه، اتوبوس رفت من باید برم ماشین بردارم برم، این اصلا یه حرف دیگه است. ولی یه وقتی اینه که نه، این آقا این آش خالت بخوری پاته، نه این کتاب باید بخونی، حالا تو به این ترم نمیرسی، تو بخون آقا به این ترم نرسی، ولی بخون، محکم بخون، شاید رسیدی. یه نکته دیگرم بهتون بگم، از وقتتون از لحظه لحظهش استفاده کنید. بهتون گفتم حتی که تو اسیری هستید، من دیگه بدترین حالت رو گفتم، تو اسیری هم هستی، از چند بعد جلو تو گرفتن یه بعد دیگر رو استفاده کن. آدم نداری هستی، نمیتونی با آژانس اینور اونور بری که سریع به کارت برسی، وقتت هم اینقدر ارزش نداره. آقا حالا من زود برسم اونجا چیکار میکنم؟ اون آدمی که زود میره 100 تومن میده به آژانس، یه ساعت که زود برسه 1 میلیون در آورد. بله قطعا. ولی من 100 تومن بدم با آژانس برسم اونجا 10 تومن هم در نیارم، آقا سوار اتوبوس شو، با اتوبوس برو، اون 90 تومن رو بذار تو جیبت، ولی تورا خودتو بپس. نمیدونم شاید باورتون بشه یا نشه، من خیلی از زبانهای برنامه نویسی تو اتوبوس و مترو خوندم، همیشه کتاب دنبالم بود، همیشه می نشستم تو اتوبوس، یا اصلا بعض وقت جا نبود می ایستادم، دلم میخواست بشینم چون میخواستم بخونم، نه چون تنبلی می اومد. ولی تو مترو اتوبوس کتاب دستم بود، میخوندم، کتاب دستم بود و میخوندم، و تو همون مترو اتوبوس کلی چیز یاد گرفتم. ما زمانمون رو میکشیم، زمان تو نکش، داری میری سفر، داری میری مسافرت. حالا بله وقت خواب لازمه، وقتانم نمیتونم بخوابم، بعضی شبها خوابشون نمیره، این ور به قلب، اون ور به قلب، این ور به قلب. یه کتاب بگی دستت بخون ببین، یه رو بم نمیکشی، چشتا سنگیم چه 6 بار میخوابی، ولی با همین شب نخوابیدنات چند سال بعد یه فوق لیسانس میگیری، از لیسانس البته، یا یه دکتر، بالاخره ارتقا پیدا میکنی با همین شب نخوابیدنات، ولی اونجوری هی فقط الکی میغلطی، آخرم زخم بستر میگیری. البته به غلطی زخم بستر نمیگیری، ولی خب از وقتتون بگردید، وقت خالی پیدا کنید. من نمیدونم چطوری بعضیامون وقتمون رو میکشیم، وقتمون رو هدر میریزیم با بیل تو چا، حالا دوزارمون گمشه میگردیم بگردیم پیداش کنیم. اینو دقت کنید، شما 100 تومنتون نباشه میگردی تا پیدا کنی زیر بالش، ولی ساعتاتون رو میکشید، روزاتون رو میکشید، ماهاتون رو میکشید. یه نگاه کن نسبت به پارسالی موقع چی بیشتر میدونی، چه هنری بیشتر داری. من بشمارم واسه تون، اینقدر چیز بیشتر یاد گرفتم. خب میخوای با کسی دشمنی کنه، وقتشو تلف کن. ملت اصلا برنامه دارن، یا بدون بعضی واسط برنامه دارن که وقتتو تلف کنند که نتونی به مقصد برسی، داری میره به یه جایی، هی میان تو راه هی با حرف میزنن، یه قسمت کاری که اصلا منحرفت کنند، یه قسمت که وقتتو تلف کنند. نمیدونم منو میشناسید یا نه، کسی به من حمله کنه اصلا جوابش اصلا کارش نمیدم، من راه هم جد. تو میخوای وقت منو بگیری، من چی کار دارم با تو؟ مراقب باشید، مراقب باشید. رقیب، دشمن، ما که با کسی دشمنی نداریم، اونا با ما دشمنی دارن. وقت تو نگیره. الان تو یه اتاقی بودم، خب اون اتاق مال دسته A بود، یه نفر از دسته B اومده بود،
میکروفون رو دستش گرفته بود حرف میزد، فقط میخواست فرصت رو به دسته ای نده، خودشم یه حرفی بی خودی اصلا، فقط میخواست اون وقت نکنه که حرف بزنه، فقط همین میخواست وقت از اون بگیره. ببین دیدی بچه رو سرگرم میکنن یه چیزی میذارن جلوش سرش گرم شه؟ یه داستان دارم بذاری اینجا واسهتون بگم، اون داستانم خیلی جالبه. جوون بودم، جوونم که میدونی کلش داغه، سوار اتوبوس شدم، لباسام هم تر و تمیز داشتم میرفتم سر کار، سفیدم نمیدونم چرا پوشته بودم، از بالا تا پایین سفید پوشته بودم، کلم هم بو قرمه سبزی میداد. سه تا جوون نشسته بودن صندلی اول اتوبوس، اتوبوس هم جا نداشت که من برم تو، همین دم تو را پله باد وای میسادم، یکی میخواست میرفت یه ذره جلو پیس سیده رو میزد باز میشد، زمان مال خیلی وقت میشه دیگه، ما 30 سال پیشه، من باید حدودن البته، من باید مثلا میرفتم پایین یکی پیاده میشد سه تا سوار میشدن دوباره من همونجا سوار میشدم، این سه تا جوون همونجا بود، این سه تا جوون توجهشون به من جلب شد، لباسم سفید بود، هی پاشون رو تلاش میکردن بمانن به لباس من، لباس منو کثیف کنن، هر هر میخندید. خب دو حالت داشتم، یکی باشون گلاویز شم که من تو اون دوره شاید اصلا از خودم بود با اینا گلاویز شم، ولی گفتم آقا هدف من که لباسم کثیف نشه، من با اینا گلاویز شم ستاشونم ته آدم این کارو باشم بزنم تاش، آقا لباسم کثیف میشه، میخوام لباسم کثیف نشه. هیچی، یکی از این دفعه ها که طرف یه پیسی در وا کرد من اومدم پایین که یکی پیاده شه و یکی سوار شه تو راه رو، یه دفعه همینجور الکی پایین رو نگاه کردم، واو یه چیزی گرفتم، یه سنگ برداشتم گرفتم تو مشتم اومدم بالای نگاش کرد، این ستا اصلا حواسشون را به این سنگه، اصلا کلا یادشون را میخواستن لباس من رو کثیف کنن، هی میخواستن ببینن تو من اینجوری میکردن، گردن میکشتن ببینن اون من چی قایم کردم اون تو. تموم شد پیاده شدم رفتم. میبینید یعنی طرف سرتون رو گرم میکنه، حالا اونا اخلاق اهداف کثیفی داشتند، اصلا بعضی وقتا میشه طرف رو سرگرم کرد، یا بی تو اینجا سرت گرم باشه آقا من برم به زندگیم برسم، دیدی سر بچه رو گرم میکنی، بعض وقتا سر رقیب رو گرم میکنی، طرف میکنه عجب داره دخلتو میاره، مراقب باش و دخلتو نیاره، مراقب باش، مراقب باش اون فکر کنه داره تو رو به بازی میگیره، نه اینکه تو فکر کنی داری باهاش رقابت میکنه، داره وقت تو میکشه، میخوای دخل یکی رو بیاری وقتشو بکش، نابودش کردی، به خاک سیاه نشوندیش. بعضی رفقا همین کارو میکنن، بعضی رفقا 2 سال 3 سال با هم دوستن بماند، بله دمشون کردن همدیگر رو معتاد نکردن، همدیگر رو به هر صورت به راه بد نکشوندن، ولی نگاه کنی 3 سال اینا با هم رفیقن، یک کلمه روشون نرفته، 3 سال وقت همو تلف کردن، 3 سال نشستن چرت و پرت گفتن، 3 سال نشستن لاغر میشه سیقا بحث فلسفی میکردی، از بحث تاریخی میکردی، بحث اقتصادی میکردی، یک کتاب میخوندی در مورد صحبت میکردید، فقط چرت و پرت محمد یا دیدی اینجوری میکنه مثلا تقی فلان هی حرف چرت و پرت. آقا و حالا با لحشه خودم گفتم بد نگیدا، به هر صورت اینجوریه، بعضی وقتا رفیقا وقت همو میکشند. بله بازی زیاد هست میشه، بله آدمی زاد سرگرمی نیاز داره، ولی اینکه من یه سال با یکی باشم و هیچی به من اضافه نشه، تو داری وقت منو میکشی، چی به من بعد یه سال به کجا رسیدم؟ نمونش آقا اینا که میشن اخبار گوش میدن، اینا که اینا آقا مرده شورن، این از خداش من و تو بمیریم به هم بپیچیم نشم، خودشون یه مرده جور میکنن واسمون، واسه که سر من و تو اونجا گرم باشه، من تو کتاب نخونیم چیز نفهمیم، برو بشین از اخبار الان تو ته دنیا رو گوش بده، چی میفهمی از توش؟ بله به اخبار نیاز داریم، ولی تو اول باید باسواد باشی، مثلا علم اقتصاد داشته باشی، بعد اخبارم گوش بدی، حالا بتونی، نه اینکه انقدر کلت تو اخبار باشه که دیگه به هیچ جا نفهمی هیچ جا کجاست، فقط کلت تو اونجاست. مراقب باش کسی سرتو گرم نکنه، با هر کی رفاقت کردی بعد یه سال دیدی هیچی به اضافه نشد، بگو فلانی قربونت، من حالا بعضی وقتا یه سری بهت میزنم، بالاخره منم احتیاج به تفریح دارم دیگه، آدم میشینه 10 تا کلمه انگلیسی میخونه یا ترکی یا آلمانی یا به هر زمینه اصلا سر میره، بعد یه ذره استراحت کنه، حالا یه ذره شو میام با تو بازی میکنم، بعد پا میشم میرم ورزشمو میکنم، بعد پا میشم میرم یه مطالعه کتاب تاریخمو میکنم، فلسفه‌مو میخونم، رو فوق لیسانسم کار میکنم، وقت تلف شدم با تو سر میکنم. خب
و نکته آخر که به شدت مهمه در مدیریت سرمایه و در اینکه شما آدم موفقی هستید، شما باید وقت‌شناس باشید. این خیلی مهمه. وقت‌شناسی به شدت مهمه. من یه دوستی داشتم، ایشون به شدت آدم باسواد، تو کارش سخت افزار و شبکه بود و اصفهانی هم بود، عجیبم آدم خوبی بود. هر کی هر جایی هر کاری داشت ازش میکرد میمد، زنگ میزد فلانی بیا، آچار فرانسه همه بود با همه و... ولی هیچ کی دوستش نداشت، همه هم فوشش، همه هم پشتش هم دیدن. چرا؟ چون دیر میمد. یه روز با هم داشتیم میرفتیم سفر، بهش گفتم فلانی تو میری کار یکی رو میکنی تازه بده هم میشی، چرا قول میدی؟ گفت خجالت میکشم. گفتم وقت نداری؟ بگو وقت ندارم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. میخوای کارو حتما قبول کنی یا رود نمیشه. داداشت میگه داری 1,000,000 بدی، میگی آره بعد نداری، حالا میری جور کنی نمیشه، اونم به افتضاح میکشی. گو ندارم. حالا این هنر نگفتنم نمیدونم به یه لایو میکشی یا نه، بعضی وقت باید بلد باشیم نبگیم. خودمون و طرف مقابل رو داریم میزنیم نابود میکنیم. طرف خیاط یه لباس میگیره، خب کی میدی اینو؟ پس فردا. باشه میره. یکی دیگه میاره، اینو کی میدی؟ 3 روز دیگه. نه من تو فردا میخوام. خب باش تو فردا میدم. واسه چی؟ واسه که حتما قبول کنی. یکی دیگه میاره، یکی دیگه همه رو میگیره، بعد نمیرسه بده، بعد بدنام میشه. آقا ولش کن، درم میره دیگه نمیاد. برنامه آقا من اینو پس فردا میرسم بدم، اینو میرسم چهارشنبه بدم، اینو دوشنبه نمیخوای نمیگو. به رفیقم هم گفتم چرا این کارو میکنی؟ بگو نمیرسم. من خب یه عمر معلم بودم، درس میدادم، از این خونه تو اون خونه خصوصی، از این آموزشگاه تا اون آموزشگاه وقت حساب میکردم. شده میرفتم نیم ساعت تو آموزشگاه مینشستم، یه ربع تو آموزشگاه مینشستم تا وقت بشه، نه اینکه میچسبوندم به هم یه جوری که دیر برسم. دیدی دکتر معلم ها دیر میان؟ آخه تو که وقت تو نمیتونی مدیریت کنی، چطور آخه بچه مردم تربیت کنی؟ یه بار با یکی از معلم ها درگیر شدم، گفتم تو 1.5 ساعت دیر اومدی و هر دفعه داری دیر میای، تو چطور میخوای به این بچه ها یاد بدی که چطور زندگی کنند؟ بلد باشید وقت شناسی، به خودتون و طرف مقابلتون بها بدید، بذارید طرف روتون قسم بخوره، بذارید طرف بدونه این سر وقت میاد، این وقتی گفته فلان روز یعنی فلان روز، وقتی گفته فلان ساعت یعنی فلان ساعت. در غیر این صورت تو هیچ نمیارزی، طرف لنگته که میاد سراغت. وقت شناسی فوق العاده مهمه و تو وقتی وقت شناس نباشی اصلا کاراتو نمیتونی انجام بدی، همش واسه این نخت نداری. بعضی از ما اینطوری هستیم دیگه. بعد ببینید ما 3 مدلیم، یه مدل که کلا کار نداریم، بیکاریم و علاف، یه مدل نه کار داریم تنبلیمون میاد، وقت هم داریم ها تنبلیمون میاد. مثلا من باید پشم برم اونجا نیم ساعت وقته، اینقدر میشینم تو دیر میشه دیگه پا میشم میدونم میرم. آقا خب 35 دقیقه اصلا یه ساعت زودتر برو، با خیال راحت برو، با آرامش برو، برو اونجا یه 10 دقیقه یه رو میفتاد بشین، به جگه اینجا خوابیدی برو اونجا بشین، یه کتاب ببر تو را بخون، یه کتاب ببر اونجا بشین بخون. بی کلاسی؟ هرگز بی کلاسی نیست. یکی از رئیس جمهورهای یکی از مملکت ها هست که یکی از افتخاراتش سر تمام قراراش دیر میره. ببخشید این بی کلاسی خودشه، بی شخصیتی خودشه. من دیدید من چند سر دارم لایف میذارم، دیدید دیر بیام؟ حالا نه فردا نشه یه اتفاق مگه اتفاقی واسم بیفته؟ به شماها هم دارم بها میدم کلاس بذارم دیر بیام. یعنی کلاس اینه که سر وقت بیای، کلاس اینه که آن تایم باشی، ساعت باشی دقیق، یعنی از رو تو ساعت رو کنترل کنن. یعنی طرف بگه وقتی گلشنی گفت 10:30 من ساعت 10:30 ساعت نمیذارم 10:30، نوتیفیکیشن من میگه که ساعت 10:30 قرصمو میخورم، چون گلشنی امکان نداره دیر کنه. این میشه اعتبار. وقت شناسی خیلی مهمه. برنامه‌هات هم به هم نمیریزه، مردم هم علاف نمیکنی، خودت هم بدنام نمیکنی، خودت هم به 1,000 جا میرسونی. حساب کن، برنامه ریزی کن، یه مقدار وسطش خالی بذار. من وقتی شک دارم وسطش خالی میذارم، بینش مطالعه میکنم، بینش یه چیزی یاد میگیرم. بله من ممکنه ساعت فلانم بتونم لایف بذارم، ولی بعدم هی باید عجله کنم، یه وقت 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه دیر میشه. آ چه کاریه؟ یه جوری میذارم که یه نیم ساعت حتما وقت داشته باشم. حالا اون نیم ساعت کتاب میخونم، با همین لایو هم یه لیسانس میگیرم. ببینید
وقتشناس باشید، برنامه ریزی کنید و از همین الان شروع کنید. همین الان بلند شو و از همین الان برنامه‌تو اجرا کن. مراقب خودتون باشید. شب همتون بخیر.